سلام علیکم شاگردای عزیز، خوب هستین؟ سرتان خوب است؟ امید که جور صحتمند باشین. به درس گذشته انشاءالله که کدام مشکلی نداشته باشین. جلسه دوم ماست. صفحه چند است؟ صفحه 7. خواص اعداد حقیقی. در درس گذشته ما براتون یادآور شدم که اعداد حقیقی چی است. حالا خواص است. خواص اعداد حقیقی را ما به سه حالت یا به سه کاتگوری تقسیم میکنیم. یکی خاصیت اتحادی، یکی خاصیت توزیعی و یکی خاصیت تبدیلی. خاصیت اتحادی چی است؟ خاصیت اتحادی را عموماً بالای سه عدد عموماً بالای چند عدد؟ بالای سه عدد صورت میگیرد. بالای چند عدد؟ سه عدد صورت میگیرد و به شکل چی نشان میدن؟ قوس. حالا به طور مثال اگر ما سوال داشته باشیم 4 جمع 5 جمع 6، اینی قوس است، به نام چی میگن؟ اتحاد. به نام چی؟ اتحاد. پس حالا ببینیم چی کار باید کنیم. میگیم 4 جمع این دو عدد داخل قوس اول ساده میسازیم، 5 جمع 6 چند میشه؟ 5 و 6 11. درست است شاگرد عزیز؟ حالا چی کار میکنیم؟ میگیم که در نتیجه 4 خودش مثبت چی؟ 11. 4 جمع 11 چند میشه؟ 15. درست؟ پس اگر این اتحاد کنیم برعکس بسازیم، یعنی چی؟ یعنی می توانیم ما نوشته کنیم طور مثال دیگهش که نوشته کنم 4 جمع چی؟ 5 مثبت 6. اتحادش کنیم. پس اول باز داخل قوس ساده تر می سازیم شاگردای عزیز. 4 جمع 5 11. 4 جمع ببخشید 4 جمع 5 چند میشه؟ 9. 4 جمع 5 9 جمع چی؟ 6. 9 جمع 6 چند شد؟ 15. کدام تغییر آمد در سوال ما؟ ایجام 15؟ ایجام 15. کدام تغییر نامد؟ اگر به شکل ازی باشه که جذر 3 ضرب جذر 2 ضرب جذر 3، چی باید بکنیم شاگردای عزیز؟ میگم جذر 3 خودش، جذر 3 خودش ضرب داخل قوس. از جذرهای مساوی یکی را میگیریم، عددها را ضرب میکنیم، 2 3 6. درست است شاگردای عزیز؟ حالا این را با هم ضرب میکنیم، از جذرها یکی 3 6 8. درست؟ اگر به شکل اتحاد بسازیمش برعکس با عدد دیگر تشکیلش بدیم، یعنی چه قسم؟ میتونیم نشته کنیم جذر 3 ضرب جذر 2 ضرب جذر 3. در نتیجه از جذرهای مساوی چند تا رو میگیریم؟ یکیشه. اینا رو ضرب میکنیم، 2 3 6 ضرب جذر 3 خودش. حال باز هم جذرهای ما مساوی است، یکیشه میگیریم، جذر 3 6 8. ببینیم این سوال با این اتحاد خاصیت ما یکی نشد. خاصیت طور شود که عددهای ما فرق نکند. خب من سر شماره 2 خاصیت توزیعی چی است شاگردای عزیز؟ میگم عبارت از خاصیتی است که یک عدد بالای اعداد دیگر داخل قوس توزیع گردد. یعنی چی؟ یعنی به طور مثال ببینیم، میگیم که جذر 2 ضرب جذر 2 جمع 1. پس اینجا ببینید جذرهای ما مساوی هستن، یک شد. عددهای داخل ضرب 2 2 4 علامه مثبت، جذر 2 ضرب 1 جذر 2. در نتیجه شاگردای عزیز 4 را تجزیه میکنیم، میشه 2 به نمای چند؟ 2. هر جذر که درجه نداره درجهش چند است؟ 2 جمع جذر 2. پس اینی 2 با این 2 خلاص. در نتیجه میشه 2 جمع جذر 2 جوابش. درست شاگردای عزیز؟ اگر به شکل ازی باشه که 5 ضرب 2 جمع 3، چی باید میکنیم؟ در نتیجه میگیم 5 ضرب جذر 2 2 جذر 5 جمع آلی را ضرب میکنیم، 5 ضرب جذر 3 میشه چی؟ 3 جذر 5. درست است شاگردای عزیز؟ به این شکل می توانیم نوشته کنیم. اگر ما مرحله را کم دگام پیشتر ببریم، ساده تر بسازیم، اینجا جذرهای ما چی هستن؟ یکسان هستن. یا پس از یه چند تا رو می گیریم؟ یکش. دو عدد با هم می توانیم جمع کنیم، 2 جمع 3 چند میشه؟ 5. شماره 3 می خاصیت تبدیلی. عبارت از خاصیتی است که در یک جاهای خود جای خود را با جای دیگر خود چی کنند؟ تبدیل کنند. اما در جواب ما کدام تفاوت نبیان. مثلا ببینیم 4 جمع 5، ببین اگر سوال ما باشه 4 جمع 5 مساوی 5 جمع 4، درست است؟ 4 جمع 5 چند میشه شاگرد عزیز؟ 9. 5 جمع 4 چند میشه؟
نو کدام تفاوت کرد در جواب ما؟ نکرد. اگر به شکل ضرب باشه می هدف بهتر نوشه کنید جذر دو ضرب جذر سه. درسته شاگرد عزیز؟ مساوی است. اگر جایش تبدیل کنیم جذر سه ضرب جذر دو. حالا ببین جذرها مساوی است. یکی دو سه شش مساوی. جذرها چی هستن؟ مساوی. یکیش دو سه شش. کدام تفاوت کردن در سوال؟ اگر جاهای یک سوال را تبدیل کنیم تغییر بدیم کدام فرق در سوال ما نمیان شاگردان عزیز. درست است؟ این بود درس امروزی ما. همچنان یار در کتابچه‌تان تمرین میکنین، کار میکنین، تمرین صفحه 8 کار خانگی شماست. کار کنین، خاصیت ها را بفهمین که خاصیت ها چی است و در تلگرام و واتساپ برای ما کار خانگی تان ارسال کنین. تشکر.